بحثم رو مطلبم رو بدبن سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که خدمتشون هستم، هم از استاد بزرگواری که به حال با سابقه دوستی که با هم داریم خوشحالم که امروز خدمتشون هستم، آقای دکتر خادم‌زاده و دانشجویان عزیز دانشگاه تهران و کسان دیگری که در خدمتون هستیم. ممنونم آقای دکتر، لطف دارید. بزرگوار. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من خیلی ساده سعی میکنم مطلب رو با توجه به عنوانی که برای این بحث انتخاب شده مطلب رو شروع کنم و جایی که احتیاج باشه با هم دیگه بحث داشته باشیم خب مطلب رو باز میکنیم. نکته که اینجا گفته شده در واقع رابطه معماری و طراحی شهری در، به زبان دیگه من این رو میتونم بگم چیستی طراحی شهری، چیستی معماری و چیستی مشترک این دو. آنچه که رابطه این دوتا رو شکل میده چیستی مشترک این دو. البته اگر چیستی مشترک هم نداشته باشن رابطه وجود داره، ولی رابطه بیش از آن که هم پیوندی باشه غیر هم پیوندی میشه. طراحی شهری و معماری رابطه هم پیوند و هم رسان با هم دیگه دارن، بنابراین رابطهشون یک رابطه سازنده است. این که میگم رابطه سازنده، معمولا روابط رو به سه نوع تفکیک میکنن: روابط سازنده، روابط تخریبی و رابطه میانه. رابطه بین معماری و طراحی شهری یک رابطه سازنده است. به طور اصولی تولد طراحی شهری برای سازندگی بود، منتها کسانی که به تولد این رشته فکر می‌کردن سازندگی بین معماری و برنامه‌ریزی شهری رو به طور خاص و سازندگی بین معماری و حرف دانش‌های دیگر رو به طور عام مطمئن نظر داشتند. به هر حال موضوع شکلگیری طراحی شهری رابطه سازنده‌ای بود که بین معماری و برنامه‌ریزی شهری معنی دار می‌شد، که می‌تونست به سازندگی جامعه متأثر از عوامل تخریب کننده مدرنیسم ختم بشه. پس طراحی شهری اصولا با رویکرد تاریخی یک حرف دانش و هنر سازنده است، همرسانه، همپیونده. معماری هم در مقایسه با بسیاری از حرف دانش ها نقش سازنده تری رو ایفا میکنه در مقایسه با حتی ساختمان که ما اون رو سازندگی میدونیم. چرا؟ برای اینکه به چیزی میپردازه که معمولاً ساختمان سازی انجینیرینگ به طور خاص به اون کمتر توجه میکنه، به کیفیت، در واقع تکمیل کننده جریان سازندگی است. سازندگی که در عمران در سیویل انجینیرینگ و نظیر اون با کمیت ها معنی دار میشه و در حوزه معماری با کیفیت ها معنی. یعنی کمیت به علاوه کیفیت معماری رو و به زبان عام طراحی رو تعریف میکنه. خب اگر از اینجا من میخوام وارد بحث بیشتری از روابط بین معماری و طراحی شهری بشم، از زاویه
خوبیت این دوتا حرف دانش یا رشته وارد بحث میشه. خوبیت به مجموعه صفات و ویژگی های اطلاق میشود که وجوه مشترک و متمایز یک چیز رو بیان میکنه. هویت کیفیت نیست. هویت یک مفهوم خنثاست. خب. پس هویت دو تا وجه داره. مشترک و متمایز. طراحی شهری و معماری وجوه مشترک چندی داره که من بعضی از اینها رو برمیشمونم و بعد توضیح میدم. هر دو طراحی هم. جنسشون طراحی. هر دو با فضا سر و کار دارن. هر دو با ساخت و ساز و سازندگی سر و کار دارن. هر دو حرفه هنر دانش هستند. حرفه هند، هنر هند، دانش هند. و به زبان مولتی دیسیپلین حرفه هنر دانش هند. خرد هند. فراتر از یک دانشن، فراتر از یک هنرن و فراتر از یک حرف هستند. هر دو در مقایسه با رشته ها و شاخه های دیگر با انسان رابطه عمیق‌تری پیدا می کنند و هر دو با کیفیت محیط environmental quality سر و کار. وجوه افتراقشون یکی با قلمروی خصوصی و دیگری با قلمروی عمومی سر و کار داره. یکی با قلمروی داخلی فضای داخلی و دیگری با بیرونی سر و کار داره. یکی با گروداران به زبان انگلیسی استیک هولدر های محدود سر و کار داره که بعضن یا غالبا فردی هن و دیگری با گروداران و استیک هولدرهای سر و کار داره که اصولا جمعی هن و به ندرت فردی هن. اگه فردی باشه نماینده جمع هست. خب اینجا یه بحث دیگه مطرح میشه. خب بحث مرزبندی مطرح میشه. پس مرزهایی با هم دارن. مرزهای مشترک و مرزهای منفک متمایز کنند. مرزهایی که میتونه مرز فضاها باشه، مرز کارکردها باشه و مرز مبتنی بر ابعاد یا نماینگرهای محیطی باشه. مثلا کالبدی باشه یا ریخت شده. آقای دکتر صداتون تصویرتون قطع شده. نمیدونم، من فقط قطع شده، بقیه هم دوستانم ندارن. نه دکتر بهزاد فقط شدن فهم کنم. خبر بده. بله جان. مشکل نداره؟ در یه لحظه حس کردم تصویر رفته. درست شد، من دوباره خودم وصل کردم. خب ما برای اینکه وارد این مرزبندی بشیم و این مرزبندی رو توضیح بدیم، خب یه تعریف عام داریم. طراحی شهری و معماری هر دو حرفه هنر و دانشی هستند که ساماندهی و ارتقای کیفیت‌های محیطی مکان موضوعشونه. یکی به کیفیت‌های محیطی مکان همگانی بیرونی می‌پردازه و دیگری به کیفیت‌های محیطی مکان
درونی و خصوصی میپردازه. اگر مکان رو با ابعاد مختلفی بشناسیم که مهمترین بعد مکان، ریشه‌ای ترین بعد مکان فضاست، فضا گستره خالی، بیکران و لایتناهی است و سایر ابعاد مکان شامل کالبد، مدیریت، اجتماع، منظر، زمان واجد محدودیت و محصوریت هستند، بعد فضا نه تنها رابط این دو حرفه رشته دانشه، بلکه عامل تبیین و بودن این هاست. خب، فضا به مثابه گستره خالی پایه مکانه. مکان با قید گذاشتن بر فضا متولد میشه، قیدی که ذهن میذاره، ادراک میذاره، نیازهای انسانی قید رو میذاره. ساده ترین قیدی که موجب تبدیل فضا به مکان میشه دیواره. دیوار به زبان طراحی کالبد، فیزیک، مس، توده، ساده ترین، قابل فهم ترین عاملی که فضا رو به مکان تبدیل میکنه. مکان نیاز انسان غریزی است. مکان نیاز انسان متداوله. مکان نیازی است که شما میتونید با تکیه بر با نگاه به نیازهای اولیه مازلوی این رو حس کنید و بفهمید بدونید چیه. اما وقتی که دیواری ساخته میشه برای اینکه سرپناهی ساخته بشه، فضا محبوس میشه، فضا به حبس در میاد. فضا به خودی خود حبس بودنش مسئله ایجاد نمیکنه، دغدغه ایجاد نمیکنه، ولی مکان برای انسان است و انسان موجودی است که ذاتاً آزاد است. آزادی با فطرت انسان، با ذات انسان عجینه. انسان فضا رو از طریق دیوار تبدیل به مکان میکنه، تبدیل به سرپناه میکنه برای اینکه جسم خودش رو، روان خودش رو با دستورات ذهن خودش حفظ کنه، نگه داره، مصون بداره. اما با دیوار زندان میسازه. انسانی که ذاتاً آزاده، انسانی که میگوید من از کجا، حبس از کجا. انسان حبس رو بر نمیتابه، زندان بودن رو بر نمیتابه، در حالی که دیوار زندانیت و حبس بودن ایجاد میکنه. بله، دنیای زندانی دیوار است. دیوار ساختمون ساخته میشه، ولی یه اتفاق میفته که با اون آزادی انسان محدود میشه، محصول میشه. آزادی
نیاز به آزادی انسان رو دچار دلندوهی میکنه. انسان حبس رو بر نمیتابد. دیوار فضا رو محبوس میکنه. دیوار یک واسطه است. فضا هم یک واسطه است. فضا واسطه آزادی است. دیوار واسطه حبس. نیاز به آزادی نیاز به آزادی تأکید میکنه. موجب میشه که انسان متفکر اندیشمند به تخریب دیوار فکر کنه تا آزاد بشه. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. این جهان میتونه خیلی بزرگ باشه، میتونه خیلی کوچک باشه. خیلی بزرگ بودنش تو ذهن و در عالم شهود و عرفان میتونه معنا باشه و خیلی کوچک بودنش میتونه دهد یک خانه، یک سرپناه، یک جای سکونت، یک چهار دیواری معنا کرده بکنه. چهار دیواری که دیوار داره و انسان ذاتن روحن نروانن دیوار رو بر نمیتابد. خب به صورت متداول دیوار در سیویل انجینیرینگ در حوزه مهندسی عمران ساختمان ساخته میشه. دیوار ساخته میشه. فضای زندگی گریز از گرما و سرما معنیدار میشه. اما دلندوهی ایجاد میشه. نسبت به آزاد. اینجا طراحی متولد میشه. اگر سرپناه باشه، اگر ساختمان باشه، معماری متولد میشه. معماری به مثابه طراحی بنا. طراحی ساختن دیوار نیست. طراحی تخریب آرمانی دیوار است که چون غیر ممکن است تعدیل دیوار است. کاهش دیوار است. از دید مکانسازی طراحی آزاد کردن فضاست و آزاد کردن انسان و آزاد کردن روح. اونجایی که شولز از روح مکان صحبت میکنه، از فضا صحبت میکنه. فضا واسطه روحانی مکانه. طراح معمار میخواد فضا رو آزاد کنه، روح بده به فضا، انسان رو به سوی روحانیت بکشونه. این کاریست که طراحی میکنه. اما نمیتونه، چون آزادی خیلی مجرده. چرا آزادی؟ چرا دلندوهی؟ آزادی موجب انبساط خاطر میشه. دلندوهی انبساط خاطر ایجاد میکنه. میگن دل آدم میگیره. وقتی که فضا، هرچه فضا بسته تر باشد، دلگیری بیشتر میشود. خب، اینجا موضوع طراحی معلوم میشه. موضوع طراحی مثلا آزادیه.
مفهوم آزادی از دیدگاه تئوریک چیه؟ کیفیته. پس موضوع طراحی کیفیت میشه در مقابل موضوع ساختمانسازی که کمیت میشه. آزادی کیفیته، حجم ساختمانی که ما میسازیم کمیته، دیوارها کمیتن. طراح به عنوان معمار دنبال کیفیته، کیفیتی که بدبن آزادیه، اما نمیتونه به آزادی برسه چون خیلی مجرده و میاد تعدیلش میکنه. طراح دنبال میگه خب با آزادی من چی پیدا میکنم؟ انبساط خاطر. میتونه از طریق دیگری انبساط خاطر رو ایجاد کنه. آزادی یک هنجاره، با هنجار تعدیل شده در این هنجار اسمش از زیبایی. در دانشکده هنر، در همه جا که هنر مطرح میشه، مهمترین درس، مهمترین آموزه که هنرمند می آموزه زیبایی و زیبایی شناسیه. زیبایی هنجار مرحله دوم، سطح دوم آزادی است. چرا؟ برای اینکه طراح اگر بخواد خیلی آزاد باشه، باز کل دیوار رو خراب کنه تا فضا رو آزاد کنه، فضا رو از همه بند قیوداتی که اونو تبدیل به مکان میکنه آزاد کنه. نمیشه. با زیبایی میشه کار کرد، با زیباسازی و البته کارهای غیر زیباسازی که تا حدودی تعدیل کننده است، مثل ایجاد مفصل، پنجره، به زبان انگلیسی articulation. articulation چی کار میکنه؟ میگه من داخل ساختمانی فضا دارم، در این فضا حبسه، حبسه، حبسه. یه فضا در بیرون هست، بیکرانه، محصوریت نداره، محدودیت نداره. این فضای داخلی دلش برای اون فضای بیرونی میگیره. articulation این کار میکنه. پنجره ای که من و شما به بیرون نگاه میکنیم رابطه ای بین دوتا فضای خالیه. فرق نمی کنه. حالا ما تو طراحی این فضا رو خالی میکنیم. در عرفان مولانا میگه حفره کن زندان. حفره کن یعنی فضایی. حفره کردن یعنی فضا سازی کردن. خب اگه بخوایم تکنیکال بگیم فضا سازی چی میشه؟ ایجاد گشودگی. پس از دیدگاه تکنیکال ما محصوریت رو میخواییم تبدیل به گشودگی کنیم. بعد حالا یه تعریف منطقی تری از طراحی پیدا میشه. معماری گفته میشه طراحی تنظیم رابطه گشودگی ها و محصوریت هاست. به طور منطقی و تکنیکال، به طور هم به طور تکنیکال با رابطه و گشودگی، کیفیت برای انبساط خاطر، زیبایی هم باید تامین بشه. پس زیبایی میشه کنجار، میشه کیفیت. مهمترین کیفیت که طراح هم از معمار یا طراح شدی باش سر و کار. خب زیبایی رو نمیتونه، زیبایی هم مجرده، نه به تجرید آزادی ولی باز هم مجرده. زیبایی انبساط خاطر ایجاد میکنه، عامل انبساط خاطره ولی مجرد. بخشی از تعدیلات به وسیله گشودگی صورت میگیره، ولی نمیشه گشوده کامل ایجاد کرد، نمیشه کل دیوار رو خراب کرد. خب شاید بهترین حالت این باشه که تمام دیوار شیشه ای باشه، فضای داخل با فضای بیرون عاشقانه با هم در ارتباط باشن، همیشه همدیگر رو در آغوش داشته باشن، همیشه فضای داخلی در آغوش فضای لایتنایی بیرونی باشه، حس آزادی بهش دست بده، روح داره. اما این اتفاق خیلی سخته. باز با زیبایی تکمیل میشه و اون هم از چه طریق؟
فضای خالی که خالیه، همون دیوار، همون دیوار که فضا رو اشغال میکنه میشه فضایه، میشه باش کلنجار را چالش کرد. چیکار میشه کرد؟ دیوار رو که نمیشه خراب کرد، گفتیم فضا رو نمیتونیم خراب بکنیم. یه روی که اصل اولو گفتم برای شما، ایجاد گوشودگی آرتیکولیشن، گوشودگی اصل، آرتیکولیشن ساز و کار شیوه است. دوم گفتیم زیباسازی، چگونه فضا گستره خالیه چگونه زیباش میکنیم. میایم دنبال ابعاد مکان میگردیم و مهمترین بعد مکان هم که در ابتدا گفتم کالبده، مس به زبان انگلیسی، فارسی توده، کالبد همون فیزیک. تر را فیزیک رو تخریب نمی کنه، چه کار می کنه؟ از ظاهر فیزیک استفاده می کنه. ظاهر رو بهش میگن چی؟ فرم، که فرانسه و انگلیسیه، فارسیش ریخته، از ریخت استفاده میکنه. طراح حالا از ریخت به عنوان یک واسطه ابزار استفاده میکنه تا بتونه دلندوهی و دلگرفتگی رو به انبساط خاطر تبدیل کنه. دلندوهی و دلگرفتگی تبدیل به دلپذیری بشود به مثال خاطر، مکانیسمش به مثال خاطر. خب اینجا زیبایی را تعدیل میکنه، زیبایی میاره رو فرم، رو ریخت، از ریخت استفاده میکنه، ریخت رو زیبا سازی میکنه. برای اینکه ریخت رو زیبا سازی بکنه با ظاهر باستی، با ظاهر ریخت، فیزیک ریخت، فیزیک همون ظاهر ریخته، ظاهر کالبد فیزیک، باید کلنجار بره. این کار طراحیه، مثل کار دیگه ایجاد گوشودگی، تعادل بین گوشودگی و محصولیت طراحیه، اینجا هم طراحیه، چون میخواد کیفیت ایجاد کنه. چه کیفیتی؟ چی کار میکنه؟ ریخت رو دستکاری میکنه، برای اینکه ریخت رو زیبا بکنه به متغیرهای ریخت رجوع میکنه. ریخت رو یک پارامتر میبینه، این پارامتر رو تبدیل به متغیرهای مختلف میکنه، اون متغیرها رو دستکاری میکنه تا به یه چیزی دیگری پایینتر از زیبایی برسه که بازم به مثال خاطر ایجاد کنه. چیه اون؟ نظم، تناسبات بصری، تقارن، تعادل، تنوع، اینا کیفیت های محیطی هستن که طراح سعی میکنه تأمین بکنه، تأمین بکنه و تأمین یعنی عمومیت بده. خب یه مباحث دیگه هست، حالا من فقط اشاره میکنم، فقط برای اینکه بعضیا خب چرا ما تو معماری دنبال این میریم که مهمترین درسی که یاد میگیریم هندسه باشه، که بعضی هندسه رو مطلق کردن، هندسه ابزار ماست، مطلق نیست، هندسه مقدس نیست، هندسه دانشه. هندسه به ما کمک میکنه که پارامتر فرم رو، پارامتر ریخت رو
تبیین کنیم، به متغیرهای مختلف تبدیل کنیم، با این متغیرها بازی کنیم، تأمین کیفیت کنیم. بندسته عدد متصله با یه سری مفاهیم سر کار داره، نقطه، خط، سطح، حجم. اول نقطه و خط و سطح نیست، اول اون ساختارهایی که ما داریم ما رو مواجه میکنه با چی؟ سطح، دیوار. یه سطح داره، دو تا سطح داره، دیوار چهار تا سطح داره، پنج تا سطح داره، شش تا سطح داره، گاهی موقع ساختمون سطوح مختلف داره، از کف تا بام، سطح جانبی. حجم داره، هم دیوار حجم داره، هم ساختمون حجم داره. ما با ابزار هندسه، نه با تقدس هندسه، با ابزار هندسه سعی میکنیم کالبد رو، توده رو که ما به ازای ریخت شناسانه مورفولوژیک پیدا میکنه تبیین کنیم. حجم رو، سطوح رو، خطوط رو باشون بازی کنیم، رابطه خطوط رو با ابزار هندسی تبدیل به معادل هایی بکنیم که دلپذیر باشه. دلپذیری که ساده ترین معادل هندسی که به ما تو طراحی کمک کنه چهره خودمونه، چهره زیباترین مخلوق هستی، انسان. یه ترکیب حجم و سطحی که منظمه، تناسبات بصری داره، تقارن داره، تأکید داره، تقارن، تأکید، تناسبات، نظم، اینا کیفیت هایی هستند که در مواجهه با روان انسان انبساط خاطر ایجاد می کنه. طراحی بدین ترتیب دنبال ارتقای حیات انسانه، به رشد انسان فکر میکنه. طراحی فراتر از ساخته سازه. اگر شما ساختن رو در سطح پایین دیاگرام مازلو قرار بدی، طراحی به سوی اوج دیاگرام مازلو گام برمی‌داره. طراحی اینگونه ارزشمند میشه. میتونید بگید این طراحی معماریه. آره، هم طراحی معماری میتونه، هم طراحی شهر. حالا ما معماری با طراحی هر دو مشترکن، هر دو پس با کیفیت سر و کار داره. اهداف کلان طراحی و معماری خط و نقطه و سطح و حجم نیستند، ابزارن. اهدافشون آزادی، زیبایی، خانایی، تناسبات بصری، تقارن، نظم، غنای حسی، انعطاف پذیری، گوناگونی، سرزندگی و نظیر اینا هست. معماری همونطور که گفتم با مشتریان به زبان ساده، گروداران کوچکتری موجود است.
در مقایسه با تر و شهری اینجوری تفاوت پیدا می‌کنه. کالم میگه یه بنا معماری است، دو تا که میشه میشه طراحیش، میشه منظرش. حالا بحث منظر و طراحی بحث جدایی که میتونه بشه. معماری با فضا، اون هم با فضا ما سر کار داریم. ما دنبال مدل مشغولمون فضاست بیش از آن که مکان باشه. مکان فضا رو به تسخیر در میاره و دل مشغولی حالا معمارانه که میخواد دل مشغولی طراحان شهری خط بشه بره، فضا از داخل میاد بیرون، فضای اختصاصی داخل به فضای عمومی بیرون تبدیل میشه. گرودار فضا در داخل یا فضای معماران، فقط داخلی نیست دا. نگید به طور عام داخلیه، گرودار داخلی فضا یه نفره، یه خانواده است، یه کارفرماست، خونه، بیمارستان، حتی مسجد. اون کارفرمایی که روش فکر میکنه یه کمی متفاوت. مدرسه، خوب اینا گروداران محدودی دارن، با فضای داخلی بیشتر سر کار دارن. منتها گرودار خونه یا خانواده است، گرودار مسجد همه مردم هن. اما به هر حال فضا داخلیه، مکان داخلیه، فضای محصور شده و محبوس شده داخله. بیمارستان هم همینه، مشتریش عمومیه، مشتریش هم ممکنه فرد خاص باشه، یه فرد خاصی بیمارستان رو میسازه. به همین دل بهش میگن پابلیک آرکیتکچر، معماری همگانی. این تقسیم بندی برای انجام کاره، اما در اصل طراحی معماری، طراحی میخواد فضای داخلی رو سامان بده و طراحی شهری میخواد فضای بیرونی رو. اون تعریفی که ما کردیم پس میشه مکان همگانی بیرونی برای، مکان همگانی بیرونی برای طراحی شهری و مکان همگانی درونی برای معماری. اما تقسیم بندی انقدر ریجید نیست، فکر نکنید فقط این نیست، اگه کسی بگه فقط اینه، نه، یه کمی این تقسیم بندی فاصله داره. زیاد دقیقا ما نمیتونیم بگیم فقط داخلی فقط بیرونی. خب مرزهای مشترک زیاد داره، مهمترین مرز مشترک رو همون توده تعریف میکنه که برای شما توضیح میدم. و گرودارانی که متنوع میشن، دل مشغولی ها متنوع میشه، گرودار مشا عمل میکنه، کارو سخت تر میکنه. وقتی که ساختمون ها می آیند سطور رو اشغال می کنن، یه فضا رو اشغال می کنن. در طراحی معماری دیوار دیواره، در طراحی شهری بلوک دیواره، یک ساختمون کامل دیواره، مجموعه از بلوک ها دیوار رو شکل می دن. دنیای زندانی همون دیواره، اما این دیوار چی میشه؟ متفاوت میشه. یه ساختمون، دو ساختمون، سه ساختمون، پنج ساختمون، صد تا ساختمون میشن یه بلاک ساختمانی. بلاک ها دو طرف، وسطش خیابونه.
باز هم آزادی مطرح است. یه خیابون کفش تو دست، همه کفش ساختمون رو تو دست، شما تو کره زمین هستیم، تو هوا نیستیم، تو فضا نیستیم، فضا لایتناهی نیستیم، حداقل دو تا دیوار یعنی سه تا جانب پوشیده است کف که تو ساختمونم هست، دو تا دیوار اینوری یه فضای بازتری، ولی این فضا بازتر از این مورد نیازه. اما مطلب اصلی فضا عنصر پایه‌ای و ریشه شکل دهی مکانه که طراحی با سر کار داره، ولی وقتی که فضا شروع میکنه به محصور و معبود شدن، ابعاد محیطی دیگری بر اون مترتب میشه که طراح و معمار با اون درگیر میشن، دیگه فضای خالی نیست. فضا که توده میشه، یه زمانی این توده شکل میگیره، توده زمان داره، کالبد زمان داره، ساختمان زمان داره، شهر زمان داره، زمان حالا به طبیعه زندان تبدیل میشه. دیروز، امروز، فردا، دو سال پیش، عمرمون یه زندانه، عمر شهرها، بس زمان میشه تازه یه بود. ذهن ما انسان با پرسپشن، با تصور ذهنی، با ادراک خودش زندگی میکنه. چیز آدم‌های مختلف چیزها رو وقتی که نگاه میکنن برداشت‌های یکسانی ندارن. روانشناسی مدرن و پسا مدرن رو اثبات کرد. خب به تدریج ابعاد مختلفی تبیین میشه در حوزه مکان. میگوین مکان فقط فضا نیست، فضا اون جا خالی است، اصله، اصل اون توده میاد کار کرد، خود کار کرد میشه زندان. خود کار کرد بس شد فضا، زمان اومد، کار کرد اومد، طبیعت که ما به حصر در آوردیم. اجتماع مردم تو خانواده، چند نفر که تو خونه هستن، بیرون مجموعی از مردمی که اجتماع رو شکل میدن، اینا ابعاد مکان رو شکل میدن، سازه های مکان میشن. قرارگاه رفتاری که در یه خونه شکل میگیره، اتاق خواب، پذیرایی، هر کدوم یه قرارگاه رفتاری. این قرارگاه رفتاری در بیرون از خونه، بیرون از ساختمان، فعلا خونه رو من گفتم، مثلا مسجد، یه قرارگاه رفتاری، محل عبادت، اجزا هم برای خودش داره، بیمارستان، قرارگاه رفتاری، درمان، همینا قرارگاه رفتاری. قرارگاه رفتاری وقتی در بیرون هم معنی دار میشن، محل تجمع مردم، پارک و خیلی چیز دیگه. و اینجا تنوع مکان شکل میگیره و تنوع ابعاد شکل میگیره. به تدریج اجتماع خودش میشه بود، منظر، اسکیپ، حرکت، جنبش، جا به جایی، اینجا و آنجا که کالن مطرح میکنه. اینو به تدریج به ابعاد مکان اضافه میشه. الان صحبت حداقل 9 تا بعد از ابعاد مکان. خب همون گونه که ابعاد مکان متنوع میشه، کیفیت های محیطی هم متنوع میشن. هر بُعد وقتی به مکان اضافه میشه، یعنی مکان رو دربرگیرندگیش رو، چالشی شدنش رو تقویت میکنه،
دل مشغولی ها و نگرانی هایی رو سبب میشه که طراح باش درگیر میشه. همون دل مشغولی ها که کیفیت میده، مثل سرزندگی، مثل زیست پذیری، تنوع، سرزندگی، زیست پذیری، تنوع، انعطاف پذیری، کیفیت های محیطی هستند که موجبات انبساط خاطر میشن. این کیفیت های محیطی هنجار محسوب میشن. بعد که مشکل دار میشن، میشن ناهنجار. طراحان شهری و معماران در حرفه با این ناهنجاری ها درگیرند. در یک گستره بکر که بخوان یه ساختمون رو طراحی بکنن، تلاش رو اینه که هنجارگون مواجه بشن، ناهنجاری ایجاد نکنن، خاص ساختمون باشه، حتی اگر یه شهر باشه، یه شهر جدید. در جایی هم که وجود داره هم تلاششون باید این باشه که هنجارگون مواجه بشن، هنجارگون فعالیت کنن، هنجارهای کیفیت بود. هنجارهای کمی هم داریم، مثل سطوح و سران، مثل حجم فضای قابل تنفس، مثل استحکام ساختمان. منتها اینا هنجارهایی که موضوع از دیدگاه حرفه‌ای، موضوع مهندسی ساختمان، برنامه‌ریزی شهری و شاخه‌های علمی دیگر است. معماری و طراحی شهری که با کیفیت‌های محیطی سر و کار دارن، سعی می‌کنن این هنجارها رو تبیین کنن، بشناسن، در شرایط محیطی مختلف این هنجارها رو سامان بده. من دارم به ساعت نگاه میکنم، دیدم 11:52 است. فکر کردم اگه بخوام همجوری ادامه بدم دوستان از پرسشگری میمونن، بنابراین من مطلب رو به معنی که به ساعت نگاه کردم ترجیح دادم که مطلب رو از همینجا قطع کنم و با پرسش مطلب رو ادامه بدم که متکلم بعد نباشم. من فهم میکنم اگه دوستان مایل باشم با پرسش مطلب رو ادامه بدیم، که من همونطور که عرض کردم نقش متکلم وحده بودن رو کنار بذارم. این خودش خلاف روی کرده تر رویه. بسیار ممنون آقای دکتر، خیلی استفاده بردم. حالا دوستان سوالاتشون رو لطف کنید بپرسید. آقای دکتر کسی که سوال دارم. آقای دکتر ببخشید، من برای خودم یه سوالی پیش اومد، اگر اجازه بدید بپرسم. یک جایی از بحث شما اشاره کردید که بحث دیواری که ما در طراحی معماری مطرح میکنیم وقتی توی طراحی شهری میاد تبدیل به بلوک‌های ساختمونی میشه. در واقع اون بلوک‌ها هستن که میان نقش اون دیوار رو توی طراحی شهری مطرح میکنن، و توی این قسمت شما اشاره به طراحی منظر کردید. ممنون میشم اگر یه توضیحی، اگر فرصتش رو داشته باشید، راجع به طراحی منظر و ارتباطش با اون بلوک‌های ساختمانی هم برای ما داشته باشید. ممنونم. ببینید، من اول یه توضیح بدم که این بلوک‌های ساختمانی، اون دیوارا، با بود یا نمایانگر کالبد مرز مشترک طراحی معماری و طراحی شهری هم میشن. یعنی موقعی که صحبت از نمای ساختمان هست،
نما به بیرون از ساختمون توجه میکنه و گروداران نما موشا هستن، همه مردم هستن. قلمرو همگانی بیرونی داره. این نما که بیرونیه همکاری مشترک معمار و طراح شهری رو میطلبه برای اینکه سامان داده بشه. اینجا بحث منظر یه بحث پیچیده ای که من زیاد نمیخوام وارد بشم چون شاید ساعت ها اتفاق، ولی یه خلاصه مطرح میکنم از دیدگاه من، چون از دیدگاه اساتید منظر یه کمی متفاوته. از دیدگاه منظر، از دیدگاه من، منظر بعدی از ابعاد مکان است که واقعیت مکان رو در حرکت به صورت جنبشی تبیین میکنه. بعد که صحبت از ریخت به تنهایی میکنیم، خوب بیان واقعیت محیطی ثابته، ایستاست. بعد که صحبت از منظر میکنیم، بیان واقعیت محیطی متحرکه، پویاست، جنبش داره. همه کیفیت های محیطی که در رابطه با معماری به طور خاص، طراحی شهری به طور خاص مطرح است، اگه عام بشه در حوزه منظر هم صادق است. بنابراین در طراحی منظر تعمیم و تأمین کیفیت های محیطی نظیر خانایی، تناسبات بصری و قناحسی مطمع نظر. اما از اونجا که من از دیدگاه من منظر حرکت رو و جنبش رو به عنوان عنصر اصلی تو خودش داره، اسکیپ رو داره، گریز رو داره، جابجایی رو داره، به زبان کالن اینجا و آنجا رو داره، یا به زبان کالن و دیگران پیگا، پیگا ترجمه سکانس، سکانس رو داره، پرداختن به حوزه بینابینی که حرکت با حرکت تعریف میشه، از اینجا با آنجا رفتن، موضوع منظر. منطقه بعضی ها منظر رو به گستره طبیعی محدود میکنن و طراحی منظر رو به طراحی در حوزه طبیعت، یعنی با طبیعت وارگی عجین میکنن. که من نمیخوام زیاد وارد این بحث بشم چون خودش بحث گسترده ای، نمیدونم کافیش بوده این توضیح من یا نه. ممنونم. در واقع شما منظر شهری رو مجموعی از سکانس هایی از نماهای شهری میدونید. نه که نما نیست فقط، نه 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 فقط نما نیست، همه ابعاد محیطی که در شهر جریان دارن موضوع منظرن، اونتا در حین حرکت. کارکرد فقط نما نیست، کارکرد نما رو که شما نگاه میکنی، جداره رو فقط، نه اینجوری نیست. جداره یا نما خب یکی از نمودهایی است که هم منظر باش سر کار داره، هم طراحی شهری باش. منظر نمودهای در کارکردم از عناصر منظریه، اجتماع هستن، مردم تو فضای شهری از عناصر منظری هستن، همونطور که از عناصر معماران هم هستن، از عناصر اجتماعی هم هستن و از عناصر طراحی شهری هم هستن. نه فقط نما نیست به هیچ عنوان. یه اشتباهه که ما نما رو فقط جزء منظر بدونیم. عنصر حرکت رو بذارید کارکرد، نما، ریخت، اجتماع، طبیعت، ادراک، یعنی منظر ارزیابانه، منظر ذهنی، اونتا با حرکت. این برداشت من است، ممکنه اشتباه باشه، دیگران برداشت دیگه داشته باشه. ممنونم آقای دکتر. خب خدمتتون هستیم. دوستان دیگه اگه سوال دارن
خدمت دوستان هستم. من یه سوال نداره آقای دکتر. من گفتم متکلم وحده نباشم که دوستان اعتراض نکنم، فقط اومده عرض داده رفته. نه بحثتون اونقدر پایه و مبنایی هست که برای من که خیلی خیلی جالب هست و جالب بود، بسیار عالی. چون از ابتدا به انتها یک مقدم مؤخره مرتبی هم داشت، شاید خیلی سوال از این جهت پیش نمیاد برای بچه ها. پس دیگه من سپاسگزاری میکنم که خدمت شما بودم و امیدوارم که در حد زمانی که داشتیم تونسته باشم که وظیفه‌مو ادا کردم. حتما. بسیار عالی آقای دکتر، در زحمت کشیدین، بسیار ممنونم، خیلی لطف کردین، دست شما در نکنه، استفاده بردیم. ببخشید این... آقای دکتر ببخشید، ما در اینستام داریم پخش میکنیم، اونجا هم یه سینه حالا دارن سوالا رو تازه میپرسن، اگه اجازه بدیم من بپرسم سوالو. بپرسید. ببخشید. میپرسن که بحث منظر شهری امروز چه ارتباطی با مباحث هوش مصنوعی برقرار کرده؟ ببینید، من اولی که اول منظر رو تبیین و تعریف میکنم، بعد ارتباط هوش مصنوعی. هوش مصنوعی فقط موضوع منظر نیست، با همه چیز درگیره. خب ببینید، اول اینکه اگه دوستان دقت کرده باشن، من عرض کردم منظر رو بود یا نمایانگری از مکان میدونم که با حرکت، جابجایی، جنبش خودش رو تبیین میکنه. خب منظر مثل همه ابعاد محیطی فرق نمیکنه، ریخت باشه، کارکرد باشه، با عناصری مواجه است. کلا شهر معماری با عناصر مختلف مواجه است. ما الان در عصری داریم زندگی میکنیم که هوش مصنوعی داره با هوش طبیعی مسابقه میده، مبارزه میکنه. اینکه ما با هم دیگه داریم حرف میزنیم، هوش طبیعی خودمونه. درخت که هوش داره، همه هوش دارن، البته هوش جزئیه نه هوش کلی. هوش کلی که بحث دیگری است. هوش دارن، همه چی هوش داره. ولی بعد از انقلاب صنعتی و حتی قبل از انقلاب صنعتی، ما حتی وقتی که کبریت میزنیم به چیزی رو روشن میکنیم، هوش طبیعی رو به هوش مصنوعی تبدیل کردیم. وقتی که پدال گاز ماشین رو فشار میدیم، پدال فشار میدیم، این یه عملیه که به اون هوش مصنوعی رو حساس میکنیم. فعالیت هایی که ما همین کاری که الان داریم انجام میدیم، کاری که ما داریم صحبت میکنیم، یه دستگاهی، یه سیستمی، یه سامانه، یه رابطه ما رو برقرار میکنه. این هوش مصنوعیه. هوشه. همه چی هوشه. مصنوعی ساخته شده است. خود پخش شدن صدای ما. خب این رو همه چی تأثیر میذاره. اصلا بس منظر نیست. ما تو عصری به نام عصر هوشمندی داریم زندگی میکنیم که یکی از ویژگی‌هاش رقابت شدید بین دو تا هوشه. هوش طبیعی و هوش مصنوعی. هوش مصنوعی تازه ساخته هوش طبیعی ماست. ماشینا رو هوش طبیعی ساخته. هوش طبیعی اومده، هوش طبیعی که ما داشتیم اومده، ما به ازای خودش رو ساخته، مشابه سازی کرده. میتونه تو همه چی نقش داشته باشه، فقط منظر نیست. تو همه عواملی که به طراحی ارتباط داره، در جریانی که ما امروز در شهر هوشمندی که به سر میبریم
هوش مصنوعی با سرعت تمام وارد میشه، رو همه چی تاثیر میذاره. وقتی مثلا میگوین یه جای کثیف ما یه مشکلی داریم با نمای شهری، اون رو نانو میکنیم، هرچند تو نانو کردن تو ایران شده یه خودش مشکل داره تو ایران، یه هوش مصنوعیه، هوشه، هوشیه برای پاکیزه نگه داشتن. بنابراین تو همه چی فقط مختص به منظر نیست، اگه وارد تئوری شر هوشمند بشید تو همه چی تأثیر داره و ازش متأثر میشه. خب خدمتتون هستم برای سوال. خدمتتون هستیم. سکوت برقرار شد. سوال ظاهرا دیگه نیست. گفتن همین یه سوال بود. سوال ها رفته تو منظر. ما تو معماری و طراحی شهری داشتیم صحبت میکردیم، موضوع رفت به طرف منظر، اربن دیزاین و آرکیتکچرال دیزاین بود، وارد لندسکیپ دیزاین شد. بله جالبه. یکی دیگه از سوالام اتفاقا دوباره میگن که کار طراحان شهری در رابطه با منظر شهری چیست به صورت کلی؟ ببینید طراحان شهری منظر رو به مثابه یکی از ابعاد، بعضی ها میگن ابعاد، بعضی ها میگن نمایانگر، بعضی ها میگوین مؤلفه. طراحان شهری منظر رو به مثابه یکی از مؤلفه ها یا ابعاد یا نمایانگرهای مکان ملاحظه میکنند. خب گاهی موقع این بود به تنهایی هم میتونه مبنای ساماندهی بشود، گاهی موقع نه، به عنوان بخشی از یکی از ابعاد. یعنی اگر طراحی شهری بخواد طراحی جامع به انجام برسونه، منظر یکی از ابعاده. به این ترتیب که در مرحله سنجش وضعیت از ابعاد نهگانه‌ای که من تبیین کردم، یکیش میشه منظر. بعد هم سنجش وضعیت همه ابعاد رو با هنجارهای همه ابعاد یک پارچه میکنه، به اهداف عملیاتی، راهبرد، سیاست، راهنماها و چارچوب طراحی شهری میرسه. این کار اصولی طراحی شهری. ولی هم در طراحی شهری هم در رشته های دیگه، به خصوص در ایران خودمون، گاهی موقع یک بُعد مطلق می شود. یعنی ما الان تو طراحی که در ایران داریم انجام میدیم، اصلا منظر رو بذاریم کنار، طراحی معماری، طراحی شهری رو بذاریم کنار، بُعد ریخت شناسانه یا کالبد مطلقه. غالب کسانی که تو ایران طراحی میکنن و به زبان ما خط میکشن، فقط به کالبد، به ریخت کار دارن و به طور عام خب اشکال نداره، ولی یه بُعدیه، تک بُعدیه. یه دیدگاه دیگه وجود داره به این که منظر خودش همه چیزه. آره میتونه باشه، منظر یه بُعدیه که میشه ابعاد دیگر رو هم پیوند با اون دید. یعنی عامل حرکت رو بذارید وسط، لندسکیپ، استریت اسکیپ، تان اسکیپ، واتر اسکیپ، اینا رو بذارید وسط و بعد ریخت، مدیریت، طبیعت، کارکرد، زمان، اجتماع، ادراک رو با این ببینید. یعنی در محور منظر میشه طراحی کرد. اینجاست که خب بعضی از متخصصین منظر صحبت از سه نوع منظر میکنن: منظر عینی، منظر ذهنی، منظر ارزیابانه، که تو طراحی شهری هم هست، تو معماری هم هست،
ریخته که مشاهده میکنی، ریختی که تو تصور ذهنی قرار میگیره و ریختی که ارزیابانه میشه، کار کردی که میتونه ارزیابانه بشه، مدیریتی که میتونه ارزیابانه بشه، تو همه موارد صادقه، اشکالی هم نداره. گاهی موقع ما یک بود رو به معنی عامل اصلی طراحی میگیریم. آره، منظر اگه عامل اصلی طراحی باشه به همه چیز میتونه بپردازه. ما میتونیم به جای طراحی شهری بگیم طراحی منظر، حتی به جای طراحی معماری هم میتونیم بگیم طراحی منظر، به همه چی توجه کنه. ولی ما در حوزه خاص طراحی شهری منظر به عنوان یکی از ابعاد، یکی از مؤلفه هاست که بعضن بر حسب خواست گرودارانی که طراحان شهری باشون مواجه هستن میتونه بود یا نمایانگر کلیدی و محوری و اصلی بشه. خیلی ممنون لطفی. خواهش خدمت شما هستم. بسیار سپاس آقای دکتر از لطفی که فرمودید. دوستان اگه سوالی ندارن آقای دکتر به کارشون برسن و ما مزاحمت کم کنیم ازش. خواهش میکنم، خدمت شما هستم. بسیار اگه دوستان گفتن سوالی ندارن من خداحافظی میکنم. پس کسی که ظاهرم خب پس آقای دکتر پس اجازه میدید شما و همکار خواهش میکنم. خیلی ممنونم آقای دکتر، از شما خداحافظی میکنم. خوشحالم که خدمت شما بودم، امیدوارم که تونسته باشم یک ذره مفید بوده باشم. نه بسیار عالی، من که شخصا خیلی استفاده بردم. خیلی ممنونم از لطفتون، خیلی زحمت کشیدین، دست شما درد نکنه. خداحافظی، درود بر همگان. خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف کردید که وقتتون رو به ما اختصاص دادید. خواهش میکنم، خداحافظ. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ شما.